ګران دوستانو سلامونه او احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه ده د افغانستان په کومه ان شاء الله سره غږیږو دوستان عزیز بارز سلام او احترام خدمت فرد فرد بسم الله الرحمن الرحیم امروز پنجشنبه است پنجمه می 2022 میلادي از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان و بخش سخنی اوریان با همه اکناف جهان تلویزیون پخش میگردد خصوصا در داخل افغانستان البته در زمره رسانه های داخلی افغانستان تلویزیون پیام افغان جا داره و جاگزین گردیده اکثر مردم افغانستان دسترسی دارند و هم در همه بخش های افغانستان از طریق یاسات همونطور که سیگنال شما دیدین پخش میگردد و مردم خرسند هستند انعکاس تلویزیون هم خود ما و هم در پروگرام لایو وقتی دوستار شما میشنوین که تلفن میزنند و این شبکه در ایران و شرق میانه و آسیای میانه و شرق دور پخش میگردد و سیگنال بسیار قوی است و اکثر مردم به او دسترسی داره اکثر تلویزیون های داخلی افغانستان هم روی امی ماهواره نشرات دارن به هر حال علتی بود که میخواستیم دوستار تشویق بداریم تا نظریات خود بیان بدارن تا مردم مستفید کردن از نظریات اونا آنچه واقعیت های افغانستان است بیان گردد البته در بخش اخبار افغانستان اخبار 24 ساعت اخیر که انعکاس دهندی اخبار داغ چند روز بود و مهمترین ای که آقای جلال الدین انس حقانی یکی از اعضای مهم حکومت امارت اسلامی شمرده میشن و یکی از افراد مهم فامیل حقانی که در جهاد 20 سال اخیر واقعا از کشور و مردم افغانستان دفاع کردن و تعجیز شدن و زخم برداشتن و زندان رفتن هم را متحمل شدن بعضی از دور قمانده مقاومت و جهاد و جنگ و اینا را صادر میکنن مگر وقتی پرسپال کنین در فامیلای خود اونا اولادا و خانوادهشان در جهاد سر ندارن بیرون هستن و بینی یکی از اونا هم گفته کابلی های ما خون نشده مگر حقانی ها چون صخره استادن و یکی از اونا انس حقانی بود که اگر باید داشته باشین در زندان بگرام به سر می برد و فوق العاده زحمات را متحمل شدن شکنجه ها واقعا تعجیزات ممالک خصم در افغانستان اشغال در برابر یادم انواع شکنجه ها را متحمل گردیدن مگر باز هم در اخیر معامله میخواستن اونا را اعدام کنن و ما باید دارم که شخص به نام مسلمیار رئیس سنای افغانستان یک روز گفت که حقانی را باید اعلان نمیدادن باید به دار میزدن چرا تبادله گردید آقای انس حقانی در اخیر تبادله گردیدن با دو امریکایی که به چنگ طالبان افتاده بود و تبادله آقای انس حقانی رها گردیدن این آدمی که همه شکنجه ها همه زحمات و واقعا متحمل شده از این مردم و شخصی بسیار مهمی بود امروز و یا از آغاز حکومت امارت اسلامی در این هفتشت ماه مکرر یادم برای دیگه طالبان سفارش می دارن که عفو عمومی را که طالب یا حکومت امارت اسلامی اعلان داشته نشکنانن جایی که خود اینا عقده بگیرن و برن همو افراد و اشخاص هم یقینا می دانن در کجا هستن آدرس اونا را همشان به دار بزنن و چپاول کنن و مصیبت عاید حالشان بدارن میبینیم یک طالبی که با همه شکنجه ها و زحمات را که در برای متحمل شدن در طولی سال ها باز میگذره از همه اینجا
نشان میده که یک مسلمانی واقعیه که خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلام اسلام محک گذاشته و تمثیل کرده و شخص بنام ابو سفیان و خانم اونا داستانای را داریم و پیغمبر اسلام اونا را در آخری معامله وقتی مکفته میشه میبخشه و عفو میداره و حتی دیگرها را میگن که اگر کسایی با منزل ابو سفیان پناه ببره اونا هم تبرئه هستن و عفو هستن. یعنی اینا میخوان آنچه پیغمبر اسلام سنت کرده و عمل داشته او را تعقیب بدارن. ما باید نادیده نگیریم. البته این مصاحباتی هم که ما میشنوم و شنیدیم ولا مرا به طالب غرض نیست، طالب هر چیز میکنه و ما خوب همه حکومت دیگر نقد میکنم اگه به فایده هم او تو نیم اگر خوب بود یک چیز خوب بگوین. حالا همین عملی را که انس یقانی برتان نصب کردیم در افغان ها خوب یک کس یک نفر اما تو یک چی میگه مصافحه ها و جور بخیری گفته یک آدم درست نمیکنه و آدم میرنجا و بسیار اندکی یک افغان میرنجا و قدم میگیره و قدمن میشه میخواه حس انتقام خدا بجا بگذاره بالای امو مسئله و آدم ده برابر تعجیز کنه، ده برابر انتقام خدا بگیره با چیزای بسیار کوچک و خرد و پا افتاده. مگر وقتی به یه حد شکنجه ها در میان بیاید، یعنی همین گوانتانامو یک محل عادی نبود دوستان عزیز، یک جزار اینا میگن که خود امریکا یا کانگریس گفت که خوب بدترین جزاست که یک انسان در برابر انسان مرتکب میشه. وارر بوردینگ میگه که یک مجرم میگرفت از بالا آب بالای دهنش خالی میکرد تا که یا نفسش میبرامد و یا اقرار میکرد. میگه این بدترین است که یعنی از همه مجازاتی بدترین جزایی است که ما دادیم برای امی کسایی که در گوانتانامو بود. یقینا انس یقانی یکی از افراد اونا یا نمونه یا مثال میتانه باشه. تعداد کثیری از طالبا مجازات گردیدن، مگر همه از اونا میاله در رأس اقتدار هستن، مکررن تایید میداره و دیگار رو هوشدار میده که گوشتان بگیرین که مردم اذیت نکنین، آزار نتین. عفو عمومی را که امارت اعلان داشته او را به بیراه نکشانین، مردم اذیت نکنین. دیگه از این بیشتر نمیتونه باشه و ما خبر اول معمو بود. در امریکا هم جنرالای امریکایی از منسجم شدن القاعده و داعش در افغانستان حراس داره و همچنان اونا بیان داشتن که مقدار عظیم اسلحه وقت اشغال از امریکا در افغانستان باقی مانده که به دست طالبان افتاده. حتی همو هلیکوپترهای جنگی که دیگه ممالک در نداره، اروپا و حتی آسیا، در افغانستان باقی گذاشتن اگرچه اونا او را تخریب کردن. مگر طالب در طول 6 ماه اونا را دوباره اعمار داشتن. از یکی از جنرال ها شنیدیم نیکلسن از کی است، و آدم گفت که اونا پرزجات هواپیما را ندارن، به ما احتیاج هستن. و مگر طالبان میگه ما وقت اونا را ترمیم کردیم، هیچ به پرزجات شما هم کدام ضرورت نیازی نبود. و همو عملا نشان میده که تیارایی که اینا واقعا زدن و به امرای تفنگ و کارتوس و جغله کردن، مگر امروز دوباره او را طالب اعمار داشته، داره تو یک مدت کوتاه و پرواز میکنه در فضای افغانستان که چی است. به هر حال علمای دینی نشست علمای دینی در افغانستان طالبا اعلان داشتن که خبر خوش، باز هم آقای انس یقانی بلند شدن، اونا گفتن که لرم خوشخبری تاسته لرم زیره لرم چه دیر ضربه مکاتب باسی و شورا دی علما و کینی و پدی خبری که و غور که. و ای خبر اگر واقعا درست تحلیل شوه ای است که در طول 2 ماه طالب در امی مسدود ساختن مکاتب استقلال خود به معرض نمایش قرار داد، که اگر جهانیان خود
از آسمان به زمین بیاندازه و اتمی شناخت بین المللی ما هم در یک مخاطره قرار بگیره. ما استقلال داریم، ما خود ما میدانیم که چی خوب است چی بد است. در مکتب باز نمی داریم مگر اگر خود علمای دینی ما امر صادر کنه و ملاحظات خود ما مرفوع گردد، باز مکاتب باز میگردد. لازم نیست که ما را جهانیان گویا و دیکته کنه و ما یک کشور مستقل و آزاد هستیم. به نظر ما همیتو بود. خبری از جان سابک و از سیگار که البته شما میدانین بعد از اشغال افغانستان این مؤسسه تأسیس گردید و جان سابک یکی از رؤسای رئیس این مؤسسه بوده برای مفتش خاص امریکا برای انکشاف اقتصادی افغانستان. این سیگار متشکل است یا کلمه یا حروف از امی مسئله که انکشاف اقتصادی و کمک ها و اینایی که میره در افغانستان، یادم مفتش خاص برای اونا و یادم در اون وقت هم کار خود انجام ندادم. مفتشی چی؟ به بیلون ها بیلون دلار حیف و میل گردید و این مفتش تا حالی آمد سیره باید به محکمه بکشانن، امی ارگان باید جزا بتن. حالی آمده که 24 میلیون انسان افغانستان زیر خط فقر. مگر در وقت اشرف غنی، خود اشرف غنی بیان داشت، چیغ زد، فریاد زد که 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زیست داره و خود اونا بیلیون ها بیلیون دلار رو دزدیدن و بردن و سه از اون مردم فقیر که اونا یقینا اونا رو فقیر ساخته بود. اگر واقعا همون پول ها که سرازیر شده بود در افغانستان به تهداب اقتصاد یا انفراستراکچر اقتصادی افغانستان مصرف میشد، ولی ما چرا قدر گرسنه می داشتیم؟ حتی همون ما کسانی که از افغانستان فرار نموده بودن، یعنی یک التیام می تانست باشه همی افراد فرار نمی کردن. اگر واقعا قرار است که مردم از گرسنگی و توهی دستی فرار می کنن و پولها را دوستم خان و قسیم خان و محمود خان و دیگه و دیگه فرار بردن و کشیدن از افغانستان میلیون و بیلیون و دیگه و دیگه مبالغ گزافی را از افغانستان امروز مصرف می شد، یا 20 سال یک اعمار اقتصادی می بود و او فابریکا در افغانستان فعال می بود، هم استخدام و هم مواد تولیدی خود مردم افغانستان، یعنی هم در عرصه زراعت و نمیدانم صنعت و دیگه و دیگه. مگر شما دیدین که فابریکای کوکاکولا یک نفری که شکمش گرسنه است پول نداره که نان بخوره یا یک چای و لبه نان بالای سفریش به او کوکاکولا بزند. خوی گفته بعض یک فکایی یکی گفته بود میگه خانه کدام کسی یک نفر میمان رفته بود چای می آورد و چای می آورد و کوکاکولا می آورد. باز یکی صدا کرد که او برادر یک کمی نان بیار که کوکاکولا از گلون ما پایان بره. و راستی همونطور شده بود. افغانستان نان درک نداشت، کوکاکولا و فانتا و هم برای همون کسایی که سفریش از پلا و چلا و مرغ. به هر حال همینطور بوده. اقتصاد ورشکسته به طالب میراث مانده. یک کشور جنگ زده 40 ساله و اسرت زده به طالب میراث مانده. شما ببینین که طالب در همین 6 ماه 7 ماه کدام خساری نو جدید کاغذ پیچ به مردم رسانده خو نرسانده. و همی از اینا همینطور مرحله به مرحله آمده منتج شده به یک حکومت طالب و در بیرون هم سر ناباشومی و تخاصم امریکا به طالب گرفته، پولها را منجمد بساز و سب علا که داعش می آید و که علا القاعده می آید و که نمان و دیگه و دیگه. صاحب حکومت طالب از هر جهتی که حق زن، صاحب امین زنهای دیگه جهان سایر ممالک هندوستان افریقا کلگی مرفه است، یگانه زنی که بدبخت است در افغانستان باید باشه و او را هم مؤسسه ملل متحد یا سازمان ملل و خصوصا امریکا فریاد بزنه که زن افغان درس نخوان بر 1-2 ماه آسمان چپه شده سه زن افغان برباد شد، در حالی که پانتون ها باز است به روی زن و مرد افغان. مکاتب از اول تا 6 باز است که در اونجا دختر و پسر. در بعضی ولایات مکاتب متوسطه و عالی بر روی حتی هم دختران باز است. بعضی ملاحظات یک طالب داره، مغز طالب ما بکاویم که چرا اگر هم است ما
باید حداقل تحمل داشته باشیم. طالب نگفته تا این دم که برای دائم مسدود خواهد بود و یا حرام است رفتن آموختن یک زن از صنف شش به بالا، اعلانم نکرد. در حالی که دو سال مکمل برای بنابر مسئله کرونا در افغانستان مکاتب مسدود بود برای مرد و زن. مگر شما صدای شما بلند شد که تعلیم کجاست، چی شد؟ همین چیز هاست دوستان عزیز. و 850 سرمایه گذاری خارجی به افغانستان دعوت شده، تا این دم سرمایه گذاری چالان است و انشالله آیسته آیسته افغانستان به راستای صلح و نرمال سازی به پیش میره. و ما از هر کدام شما میخوایم دوستان عزیز، خصوصا از داخل افغانستان، مکرر عرض میدارم از طریق واتساپ و وایبر لطفا تلفن بزنین، بیاین که بدانیم که در افغانستان چی گپ است. و افغانای ما هم در امریکا و اروپا زرده نمیشن، چون در اینجا هستیم. میخوایم که آدم ها اخبار کاغذ پیچ از افغانستان چی داره گفته بعضی ها. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب. و علیکم سلام. همین که خطاب صاحب که همی علمای دینی که انشالله که به زودترین فرصت در مورد همی مکاتب دخترها که باید دوباره باز شوه، من فکر میکنم که شاید علمای دین قسم تصمیم بگیره خطاب صاحب که اول خو همی قسمی که شرایط افغانستان کل مردم افغانستان معلوم است، وضع اقتصاد خراب است، یا هم باعث زمو بدبختی های اشغال و همو غلامایشان بودن که همه چیزها را دزدی کردن و فرار کردن و هیچ در زیر بناهای افغانستان کار هم نکردن. امروز مردم در حال که داشت 7-8 ماه از امارت اسلامی میگذره، در حال که مردم افغانستان مثل اروپا یا آمریکا نیست خطاب صاحب که در همی به اصطلاح یخچال یا ریفریجیتر داشته باشن و یک برگر و ساندویچ چیزا، در اونجا میشه مردم های افغانستان یک بوجیارد و گندم و همو ترکاری روزانه میوه و همو گوشت چیره که میگیرن، در حال که در 8 ماهی که 2 سال اشغال در اونجا سرمایه گذاری کرد، باز هم مردم افغانستان قبل از او همی اقتصاد مردم افغانستان خراب بود. اگر نمی بود در 8 ماه مردم تقریبا 600-700 دلار به یک فامیل میشد که مو یک 100 دلار هم 2-3-4 بوجیارد و گندم یا برنج یا دیگه همین رقم مواد دیگه میشد، تا بال از فقر اقتصاد به 90% نمیرسید. پس این معلومه که یعنی اقتصاد مردم افغانستان در وقت اشغال بسیار خراب بودک. اما ایره که اشغال نشان نمیداد به خاطر از اینکه پروپاگندا همی غلامایش تلویزیون طلوع و دیگران نشان نمیداد، این همی بختی از یا بود. و ایره همی علمای دین خطاب سه من فکر میکنم که به جهانیان بگه که به می مردم افغانستان بگه که ما دخترها را میخواییم، چون علم فرض است که برای دختر و مرد و زن، اما در این شرایط هم شرایط داره، شرایطش این نمیست که فعلا نمی دخترهایی که هستن اقتصاد افغانستان خراب است. شاید بگوین که مثلا نمی افغانستان فعلا تحریم های امریکا و جامعه جهانی سر شده و پولای افغانستان فعلا قید کرده اعلان نمیته، پس بناهن تا یک سال دو سال تا کمی کارا رفع شوه، احتیاج نیست که دخترها با یک سال یا دو سال دیگه هم شاید به تعلیق پردن به حساب دین و شرعی اسلامی که برای شما علمای دینی بهتر میدانند دیره شاید چی کنه. و در مورد همی جنرال های امریکایی که میگه داعش، و در این مورد من خطاب سه قبلا هم گفتیم، امریکا من فکر میکنم میخواید که یک قسم یک روابط استخباراتی را با امارت اسلامی داشته باشه و از همی طریق میگه نام داعش و فلان چطورکایی میخواید با امارت اسلامی کمک های نظامی هم کنه، نو پول و سلا و دیگه هم به حساب که یعنی داعش سرکوب کنه، که در این مورد میخواین که بسیار بله. طرف یعنی دیپلماتیک یا همی آقای بایدن هم طالبا را به رسمیت بشناسن. تشکر. و همی کسایی که به نام جبهه مقاومت یا اسم فکر میکنم خطاب سکت طالبا یک تصمیم بگیره با تمام جهان ململ متحد، یک کسایی که در کشور هست میخواید تهدید کنه مردم افغانستان به نام جبهه مقاومت یا خبرش یا دیگهش، یا اصلا زده به حساب صلح‌آمیز نیستن به حساب صلاح یاد گپ میزنن، یا باید ترکی زودتر به حسابو ممالک هست که مثل که از افغانستان یک تهدید به دنیا نیست و نمیگذاره امارت اسلامی که تهدیدی باشه، و همچنان بالمقابل هم امارت اسلامی همین تقاضا را داره که دنیای کسایی که هستن به نام همین جنرال چی بود نام سادات یا دیگه و یا همین جبهه مقاومت کل از یا باید سرکوب شه و دستگیر شه. بله تشکر. نظرتان و سرکوب شه و دستگیر شه، او را ببینیم که چقدر مفید است در سیاست می سرکوبی و دیگه و دیگر، یعنی اون منفعت و سودی که بار میاره برای یک حکومتدار او از این سیاست سالم میگه. یا برو از هر خانه یک نفر بکش به دار بزن، غوغای بین المللی او چقدر مفید است. یک چیز برتان بگویم، طالب هیچ حراس نداره از این مقاومت و مقاومتگر،
میدونه که مارایی است که هیچ زهر نداره. ولی ماره که مردم حراس داره از خاطر زهر مار است. اگر نمی خود ماری تو دندان نداره که آدم چیر کنه مثل حیواناتی درنده. زهر مار باعث کشتار انسان ها میشه. مگر اگر مار اگر زهرش کشیده باشین او یک مثل حیثیت یک رابر درازه داره، یک گوشت طولانی افتاده در سر را اشتکا میتونه به امراض ساتیری بداره و یک ملعبه و ساتیری از درست میشه. ولی امی قوای مقاومت هم همونطور است. اسلحه هم ندارن و کدام پشتیوانی هم ندارن. اینا معروف به این بودن که بیرونی ها اینا را سپورت میکدن. در این جنگ های داخلی هم ایران و هند و دیگه و دیگه عقب از اونا افتاده بود و در قبل هم همونطور بودن. بعد از این در این اشغال دوم هم عقب اونا قوای بیرونی افتاده بود. اینا را از جاهای نامعلوم دوباره برگشتاندن، پول به دامانشان ریختاندن. از دوستم اینجا تلفن زده بود پرسیدم بابا چی ولی لاف پتاق برای ما میزنی، خودتو خو امریکا آورد. گفت آورا اگه امریکا نمی بود ما خو نمیتونستیم. برین در یوتیوب مراجعه کنیم و امرای ما. خود ما از یه آدم پرسیدم مستقیما در امو انگامی که آدم در پرایم خود بود و در غروفش خود بود یک چهار پنج سال قبل مراجعه کنیم. یا هر کدامی از اونا این مشهود است. حالی که پشتیبانی بیرونی هم نیست و در درون هم حالی زیای سادات و باز برو در افغانستان انترنشنل و در یک خیابان یا آلمان و یا فرزن لندن یک مصاحبه که او خواسمان به زمین نمیزن. و طالب بسیار خوشحال است، خرسند است، خطر متصوره را نمیبینه. ما هستیم که نارام هستیم که چرا زیای سادات نمی کشه و دیگه. امی کشتن کرزای سادات یا عبدالله را ببینین بسیار برای طالب بسیار آسان است. برم کرزای بیار که خائن ملی به دار بزنین ای را مجازات کنیم. آیا امی سود داره یا ایست که کرزای نگه داره و یک طالب بگوی برو دوکان گزمه میکنی و چوکیداری امی آدم هم کوشش کس نکوشیشه. برای ما لازم است کار داریم و باعث یک ابزار از اینا استفاده میداریم. در سیاست همونطور یک چیزی که شما فرمودین یک چیز اشاره کردین که امریکا شاید برای سیاستن برای سرکوبی نمیدانم داعش و القاعده با طالب کمک کنه که اینا یک باعث یک منبی جنگ علیه داعش شده میتانه مشهور هستن به مو میتونه یک توجیه باشه. امریکا دشمن دائمی و دوست دائمی نداره بیادر هیچ سیاست و اهدافشان است، مفادشان، سودی اونا مطرح است. آیستا آیستا شاید امریکا با اوش بیه که بابای پالیسی رو که ما با پیش گرفتیم مفید نیست. میتونه امریکا برا در بلاک روسیه خصوصا که امیال فعلا سر مسئله اوکراین یک مشکلات عجیبی اینا روی روی شدن هر دو طرف. روسیه میخواه که مردم طرف خود کش کنه و در بلاک خود بیاره در برابر امریکا و امریکا میخواه که زدی روسیه و چین در یک کشمکش و در یک رقابت افغانستان یقینا نمیل قرار داره، هم از لحاظ سیاسی که در کدام بلاک چه کدام ممالک جذب شوه و هم از لحاظ اقتصادی برای چین بهترین محل است. هم از لحاظ ترانسپورتیشن، هم از لحاظ اقتصادی، هم از راه های مواصلاتی رای کوتاه را میخواین بپالن و او افغانستان است. حتی ممالک آسیای میانه میخواه در افغانستان صلح باشه تا از این طریق از افغانستان مواد خام خود و پاکستان و هندوستان از خدا میخواه که لوله های گاز و مواد محروقاتی از افغانستان رد شود برای مؤسسات صنعتی پاکستان و هندوستان بسیار مهم است. او را شما یعنی عمیق یک کمک آدم مگر سر خدا دگیر ای که باز امریکا بیایه و قار باشه و طالب و لاغبانم و چرا با امرای ما جنگ کرد ما را در افغانستان مغلوب ساخت، بیا که زیای سادات بیارم و که زیای سادات بره طالبا را برباد برباد کنم و بیا که شورای نظار باز تجهیز کنیم. این چیزا در قاموس سیاست نمی گنجه. این احساسات یک افغان احساساتی سر سماوار کابل است او را. مگر سیاست تبهر سیاسی مغز سیاسی
با کلی چیزهای دیگر رو میبینن که از راه بسیار ساده، بسیط، ارزان چطور میتونیم به اهداف برسیم و اهداف چقدر برای ما با اهمیت است. بله، سلام علیکم. علیکم السلام. غفوری صاحب محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام جناب خطاب صاحب بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته صاحب. بفرمایید. جناب خطاب صاحب، تعداد از افراد غیر مسئول امارت اسلامی افغانستان روز دوم عید سعید فطر در نواحی مقبره احمد شاه مسعود قماندان اسبق دره پنجشیر لحظات اتن و پایکوبی نمودند و شاید هدفشان توهین به کسی نبوده، ولی در هر صورت آن این حرکت در مجموع در نواحی ادیره ها، زیارت ها و اماکن مقدس عمل ناجایز و خلاف ارزش های اخلاقی اسلامی و افغانی می باشد که من آن را شدیداً محکوم می نمایم. جناب خطاب صاحب، ابتدا نمی خواستم بالای این موضوع صحبت نمایم، ولی بعدا متوجه شدم که تعدادی از رسانه ها به خصوص شبکه بی بی سی موضوع را بسیار بزرگ ساخت و با تعدادی از چهره های با اصطلاح سیاسی فراری مصاحبه های را غرض دامن زدن به تفرقه ملی برا انداخته است. بنان لازم دانستم تا اندک پیرامون آن صحبت نمایم. در اعلامیه آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی آمده است که رویداد اخیر پنجشیر پالیسی امارت اسلامی نبوده و نه این عمل مورد تایید است. هموطنان عزیز ما می توانند تفصیل متن اعلامیه را در صفحه فیسبوک آقای مجاهد مطالعه نمایند. لازم به تذکر می دانم که سران فراری در ره پنجشیر همیشه از حقایق چشم پوشی کرده و یگانه راه مبارزه را در تبلیغات دروغین و تفرقه جویی میان اقوام شریف افغانستان جستجو می نمایند. اگر ویدیو صحنه اتن را دقیقا مشاهده نماییم، معلوم می شود که محل تجمع افراد طالبان به فاصله حدود 1 کیلومتر دورتر از قبر قماندان مسعود موقعیت داشته و حتی شامل صحنه آن مقبره شاهنشاهی نمی شود و در ضمن هیچ گونه آله موسیقی نواخته نشده و هیچ نوع دنبوره و قرصک برپا نشده و برپای هیچ دختر و پسر نوبالغ هموطن مظلوم ما زنگ بسته نشده و رقصانیده نشده است. چیزی که قبلا از سوی امین مدافعان کاذب قماندان مسعود که فعلا عکس‌العمل نشان میدهند بار بار در قبرستان ها، زیارت ها و اماکن مقدس دیده شده، بهتر است که این منافقین یک بار سر به گریبانشان داخل نمایند که آیا در طول 30 سال حاکمیت ظالمانه ایشان یک بار هم در ساحه پل گون پل چرخی و دشت چمتله کابل که هزاران قهرمانان واقعی و آزادی خواهان افغان هم از دکتران، انجینران، حقوقدانان، علمای دین، استادان، محصلین و متعلمین توسط وطن فروشان خلق و پرچم دیروز و همسنگر امروزتان به شهادت رسیدن تشریف برده اید تا ادیره آن قهرمانان و شهدای مبارک رای حق، آزادی و جهاد افغانستان را تجدید نمایید و یاد از آن قهرمانان واقعی را نموده باشید. آیا تمام شهدا، قهرمان ها و جهادی ها منصر با دره پنجشیر است؟ لطفاً کم شرم نمایید و زیادتر از این موجب افتراق ملت عظیم و مجاهد افغانستان نشوید و من الله توفیق. تشکر و مهربانی میکنید غفوری صاحب. البته یک ساعت چی میگه، حادثه مجرد بود، یعنی یک بار صورت گرفته، تو نیست که هر روز طالب میره و سر
قبر یا مرقد از احمد شاه مسعود تن میکنه و خوشحالی میکنه و یا دیگه میکنه، یعنی اوتر نبوده. خب البته مسئله روزید بوده و طالبا هم جوان هستن، گفته بعضی هم ما بیچارم دل دارن و نه اونا رو میگذاره که هرمونیه بزنه و نه تبله و نه دیگه. مگر اون ما مو چی میگم، و اجازه که داره اتن هست و اتن هم صاحب همه تو بدون دول و نقارب اتن میکنه و صدای خود بلند میداره، همون کار خود از اونا شاید انجام داده و ایره کج بردن مثل یک نفری که دکه خور باشه. و صاحب گفتی یکی میگم آدمی که رویش کمه که مشکلات چه چک و دگه و دگارم میگه که روی دست بزنی و میگه قار میشه به زمین ها که مرا چی چکی گفتی تو را شنیده بودیم. یک بار یک از اینا بودن، آقای زاهد صاحب نام داشتن، در همون دوران اولی که طالبا حکومت داشتن از لوگر بودن، بسیار آدم ظریف هم هستن، اتفاق نمی طالبا بسیار ظرافت دارن، فکایی میگه که هیچ نشنیدین. او مرا گفت یک وقت در رادیو به امراج مصاحبه میکردم، میگه همی از امارت اسلامی مولا احمد عمر میگه امر کرده که ساز نکنین و دول اون دیگه چیزا ممانیت هست و دیگه اتن متن هم دیگه نکنین. میگه کسایی که طالبا یک باری اتن دوست داشتن و اتن میکردن و یک دول زده میشد، میگه یک دفعه صاحب قطع شد دیگه، یا تو غوره به دل مانده بودن. میگه ما در لوگر یک نهر بود، نهر آب، میگه هر سال وقتی او کنده میشد و صاحب پاکاری میشد، باز مردم عشر میکردیم و میشدن، باز دول زده میشد و با جخانه، و باز مردم مصروف میبودن و رزوا یک ساز و طرف یک سازنده یا ترمچی میزد که مشغول باشن. میگه دمی سال هیچ نه ساز بود و نه دول بود و نه ترم بود. میگه مردم سر خسته شدن. میگه آمد مرا گفت که زاید صاحب اگر اجازه بتیم که یا دول و یو صاحب یا وطن و کزرخم تکه تکه صاحب دادری کالا دا سنم آتن کرلای دا و نم دول و حالا یا و نم ایچیم ندی کری مالی مال تا مولا مشر مولا بیا پقر کی گی ورور ما تا جزارا کی زیب دیب سیم. مگر و یک بار دو بار میگه آمدن، آخر دلم سوخ، گفتم بانم این مولا آمده مر مر زندانی بسازه. یارا گفتیم بره نتن کنیم علی اینا خو نگو صاحب که وقت همو دولای کلان کلان او را گرم کدن و صاحب به میجازی ما معطل بود و که صاحب یک دفعه دیدم که دارم پا کنار نهر یک درنگز شد و صاحب یک دادن و دول برامد و یک دو صد نفر تا زمین طالبا میگه اتن شروع کردن و اتن و اتن. باز جالبش میگه ای بود که هر کدامش که میامد دیره میخواست که اسلامی بسازه که مولا محمد عمر هم قار نشه و طالب هم خوشحال باشه. میگه باز میامد پالوی ما مینشست به پشتو، میگه مرا میگفت چه زاید صاحب والا خی ایمانم پی تازه که صاحب در دولنم ویل خیم ایمان پی تازه که و ایمان علی هم رفتن شاید اونجا ایمان تازه کرده دیگه. علی جنرال اکا و کسایی که فرار کردن و اعناد داره با طالب بوره کج برده باشه. بله سلام علیکم. آقای اختاف سلام احترامات خود تقدیم میکنم. و علیکم سلام و رحمت الله بفرم. تشکر. آقای اختاف این چیز اقل عرص اقلانی رو مصاحبه شنیدم، به مفکوری ما چرا به امرای مفکوری ترفتی قندوله که. بله سلام علیکم. السلام علیکم اختار. السلام مرتضی صاحب، چال چال، خیر و خیر. تشکر، زنده باشید. اختار صاحب، شما و همکارایتان سلام عرض میکنم. موضوعات زیاد در بر گرفتم روز پروگرامتان. بله. میخوایم کوتاه. بله خوبه. مطلب خود بتون در قسمت پنشه دیره مسعود فکر کنم ما شما به تمام علی راه و مدارک خود هر کسی احترام داره، اما ما در راپور شنیدم که قبلا در وقت ازباد در دره پنشهر مردم اونجا میشتن جشن میگرفتن، خود مردم پنشهر ما و در اونجا امو قرسک و امو چیز خود داشتن میله و مجلس خود. و فکر بودم که شاید طالبا به اون منظور شاید کم اگه میشه و تفریح و آخوری ما شاید به اون منظور یک چیز پیش شده باشه، که البته طالبا در خصم نظر خود دارم که قصدی نبوده اما یک چیز صورت گرفته. در قسمت سلاحایی که از امریکا باقی مونده، ما یک راپور شنیدم که سرجام از خود طرف امریکا، طرف شمال امریکا و مردمان نظامی امریکا همین هفته پیش که در حدود 7 میلیارد از ما باز در اونجا مونده پشتر و اونا را نمیخواییم که پس بگیریم،
با یکی از متخصصین نظامی افغانستان تفسیر کرد، گفتم روز اگر در مارکت آزاد اینه ببری کلش کونه است، یعنی یوز شده، شاید 400-500 میلیون دلار زیاد ارزش نداشته باشد. و امریکا هم گفتند که اینا ما دیگه دوباره رو نمیگیریم و فکر کنم که 7 میلیارد دیگه ارزش دادن و شاید به اعتبار 7 میلیارد ما رو که در اینجا قراخ کردن و در رزرو بانک مرکزی افغانستانش شاید به اعتبار یک یادآوری کرده باشن. خطاب صرف در مجموع امریکای ها شکست خود در افغانستان هضم کرده نمیتونن و گاه گاه از یک طرف از کانگرس یا از وایت هاوس یا سیاست مدارشان یکان صدا میبراید، خصوصا در قسمت داعش، در قسمت مکتبه های حقوق زنان در افغانستان در این موارد، و این شاید دوام داشته باشه. اما اینا هیچ وقت دیگه نمیخواین، من فکر نکنم که دیگه طرف افغانستان به صحابتی که کمک کنن یا رابط سیاسی یا نظامی اتصایی داشته باشن. فکر نکنم کنه طالبا حکومت امارات اسلامی افغانستان به تو یک اعتبار کنند و نه این صورت خواهد گرفت. و امروز برمیگردیم سر با سیاست بین‌المللی، امروز امریکا یکی که با چین تخاصم قرار گرفته و در بحر هند فعالیت های خود شروع کرده و مسئله اوکراین بسیار زیاد عمیق پیش بردن. کتاب موضوع اوکراین و ارتباط امریکا امروز به اروپایی ها اکثرشان آل جنرال هاشان در شبا تفسره میکنند میزای مدور که بسیار یک این امکان صلح بسیار باریکه بین اروپا و روسیه امریکا وجود آورده که تمام کودتای نظامی خود پیش آورد و روسیه را در یک حالت قرار داد که مجبور است که از خود حال دفاع کنه. و این تانست که ما دیدیم که تاجیکستان که سابق رحمانوف همیشه میگفت حکومت مشمول حال عضوان خود از او گرفته و یقین است که روسیه به او طرف کشانده شده و منطقه در جهان مثل سابق در یا ما شما دوار شدیم که جغرافی های سیاسی و اقتصادی جهان در تغییر است و وقت شاید بگیره. اما بر افغانستان گفته شما مرحله بسیار خوب پیش شده که کشورهای بزرگ منطقه در نزدیکی واقع استن و با بسیار تکنولوژی ارزانتر که میتونن که سرمایه گذاری کنن. البته چین در چیز اول قرار داره، این امکان داره که زیاد در افغانستان موثر واقع شود. موضوعی که جان سبکو و این مردم هایی که برادبات فقر در افغانستان گفت میزن به شما معلوم است که دمی از روز که طالب ها قدرت گرفته این نواری از یاد بلند است، گاهی به حقوق زن، گاهی به فقر افغانستان، تمام سازمان های اقتصادی و به شمول ملل متحد و مالی جهان در اختیار از یاست و همیشه این تبلیغات همی کنند که افکار عمر در افغانستان به تشویش بیندازند و نارام بسازند و در عین وقت شاید بخواهند که کمک های بین‌المللی که میشه به این جوها طریق ملل متحد بیان داده شود که اکثر از یا پس خود از یا میگیرند. 80% کمک های این جوها سابق از طریق کمک های بشری میشد، این کارمندان خود از یا در کار میشه، نه کارمندان در حتی همی افغانایی که میرفتن افغانستان برای ترجمه اینجا پولایشان در بانکای امریکا برشان تحویل میدادن که هیچ نروا افغانستان، پول آدم میرفت پول نمیرفت اونجا. اینمی چی وقت خطاب سه و در زم اینا پولای خود خود پس که زمان میکنند پس زد نگاه که باشه پس اینا میتونند بگیرن و ما میخواییم به ارتباط افغانستان امارات اسلامی افغانستان که اینا بخاطر که همی موضوع نرم ساختن افکار عمومی در داخل افغانستانه دمروش بگیرن و اعتماد مردم را خلق کنن، باید در پالوی تمام اندازگیری های حاکمیت ملی و امنیت و صلح و اینا را که پیش دارن اینا باید در قسمت آل مثل که ملا برادر سخت را دی فعالیت میکنن، بشه کنفرانس را دایر میکنن، در قسمت اقتصاد افغانستان باید گام های خوبتر و بیشتر رو و بردارن و پلان های خود با مردم کل مردم شریک بسازن از طریق کنفرانس های مثل پیشتر یاد آورشین در پروگرام پیشترتان که کنفرانس عمومی اقتصادی در داخل کشور به شمول علماء اسلام متخصصین و کارمندان دانشگاه داخل افغانستان اینا به وجود برن و این شاید وقت بگیره همی کارم میکنه. یک کمیسیون اقتصادی هم اینا دارن اینا که کتملا شریک بسازن. اوره یک ساله و 5 ساله ما اینی بله. اینی معادن ما داریم، اینی ذخایر بزرگ اقتصادی رو داریم و این ما ان شاء الله افغانستان رو به این شکل آباد می‌سازیم از یک پلان اقتصادی دیگه از وزارت اقتصاد بله بله
بله. پنج زون در افغانستان تشکیل میکنند. بله. پلاوان انکشافی را امام زیاد بله. به حساب تشکر مرتضی صاحب 6-7 دقیقه شد. و یک چیز دیگر میخواستم علاوه کنم خطاب صاحب به گفته شما می ظلم و ستم که آکدن گوتونمی بیس یاد کردین و انس حقانی را اینا مردم های هستند که قربانی دادن و به حساب آشفته صاحب که زیاد به موضوع را سرشگم زدن ما شما کل ما در 43 سال در پالوی ملت خود استاد بودیم از هر گونه تجاوز در مقابلش محکومش کردیم و از ملت خود دفاع کردیم و تا جای کرتر تانسه به شکل بله. مالیت کردن بله. یعنی با شعور ملی داشتیم بله بله. و آشفته صاحب یعنی چیزی را که باید متوجه شوند که امارات اسلامی افغانستان با حرکت تحریک طالبا اینا از قشر مجاهد داخل افغانستان بودند اینا اولادایشان به شهادت رسیدن بلیم. اینا اولادای خود از شنید از کلانای طالبا که اولاد خود وقتی که سشاری میکردن و پیشوری خود روان میکردن خود امی دمو انگام های بطولا را شنیدم امی آقای مومند برای مرا پور کرد که پسر خود بایسی استشهادی روان کرد و خدا پراند اونجا بله، بله. بسیار تشکر صاحب طولانی تشکر مرتضی است بله سلام علیکم آقای خطاب با معذرت خطر شد تلفن تو بفرمایید آقای خطاب من چیزی انا سقونه شنیدم که گفته علمای دین من نمیفهم همین مکتب باز کردن همین چطور مربوط میگیره با علمای دین لس علمای دین 20% بگیم که علمای دین اجازه نداد یعنی کلیگی دیگه باید تایید کنه که خلاص دیگه مکتبا رو اجازه ندادن یه خیلی مربوط علمای دین است یکی از ماده های دولت است که باید ماده دولت است این رقم دخترها مکتب برن این رقم لباس بپوشن این رقم تایم برن اما دولت اسلامی است وقتی اسلامی شد مثل که شما در رابطه با کامپیوتر تصمیم میگیرین عالم کامپیوتر هم میارین نی در اینجا هم عالم دین هم میارن در سابق هم چون اجتماع دینی است در وقت اشرف غنی یک شورای علمای دینی داشتن که وا به نفع خود وارماش میدادن دلار میدادن باز میگفت که امی حکومت تایید کنین اگر باید داشته باشه حال کل زنده امی حکومت دینی است و به اساس دین بیرق هم دینی است جهاد هم دینی بود استشهاد هم دینی است بنان امر و نهی هم باید دینی باشه او را شما کمک خود زاکت های چی را که متوجه شوین که یک دور دیگی است باید علمای دینی تصمیم حتی اینا میگن که انتخابات در دین درست نیست شورای علمای دینی باید تصمیم بگیرن خب اگر بگیرنی یک 20% بگیرنی مکتبات اگر دختر از سن 6 حق نداره بالا مکتب بره او را باید نه او را نگفتن نه او را نگفتن اگر بگیرنی باید از مجلس خود اگر بگیرنی اگر بگویه و اگر نه اگر بگویه و خلاف دین باشه خو اینا غلط میکنن یک کار نادرست میکنن خلاف اسلام یک کار میکنن اونا مگر در دین توجیهات موجود است یعنی در حالات خاص در رمضان روزه بهترین رکن است اگر مریض بودی روزه بخو اگر از گرسنگی میمیری خطر متصور است گوشت خوگ میتونی بخوری شراب بخوری دیگر بخوری اگر فرزند در افغانستان در امی کابل ای تو یک توجیه اینا داشته باشه که یعنی تو خطر است اینی است اینی است این خطر از او بیشتر است نسبت به اینکه یک زن دختر مکتب بره بنان به این دلایل ما نمیگیم که مکتب رفتن حرام است یا درس در دین اسلام مگر اینی ارجحیت داره برای بقای ما برای بقای یعنی خانم ها اگر یک اول بهترین شمی بود که در دو سالی که کرونا یا پلیگ که ما شما میگیم مریضی آمد دو سال مکتب مسدود بود یعنی او ارجحیت داشت که صحت از او صدمه نبینه مکتب بسته بودن نسبت به یک دختر تعلیم علایده نه یعنی آلات عاجله میگم حالی اگه اینا یک دفعه فتوا بده که در کابل اینی مشکل برای زنا پیش میشد ما درک کردیم ما ایران موقتی بسته کردیم مگر اگه تو یک فتوا بده که نی حالت نرمال است مگر زن دیگه حق نداره که درس بخونه باز او حالت این چیزی که شما میگین باز او خلاف اسلام است و دیگه با توجیه خود باید داشته باشه تو چورت انداز اینا نمی بود سوال یا سوال دوم آقای خطاب با معذرت که ما میگم براتون نمیشه که شما این هفته یک دو دفعه یک یگان تحلیلگرای سیاسی رو بیانین که گپ بزنه خیلی است که فلم سال در مفکوری شما نیست یا نه نه او را مفکوری ما خود مفکوری ما یک مفکوری بله یعنی ما میگم که یکی رو او را شما دارین کدام نفر فرم باشه آقای خطاب هر روز یک نفر است اگه شما تو دو تحلیلگر بیارین خیر است آقای عاطف مختار از آلمان بیارین یک نفر دیگر هم همون شما رای اونا رو برای ما بتیم چرا نه
اگه داری من میاره آقای خطاب به هر تلویزیون از بینی که بزنه اولا ما اما شما یه وان هفته یک دفعه دزد بچا شما این را برای سرش کار میکنه آقای میر عبدالرحیم عزیزم یه آقای خطاب کنه ما را که صد دفعه نظرتون معقول است اگر شما خسته شدین از گپ زدن خود مگر دیگه ما فکر کردم چون اونا قدر در تلویزیون ها میاین و گپ میزنن و هر دسترسی داره بیاین همی بخش های تو فکر کنین که فشرده کل تلویزیون ها باید همینجا باشه که یک چند نفر بیاین آزاد تحلیل کنه از داخل افغانستان و بیرون مگر اگر شما میخواین که اتر باشین ما فردا میر عزیز عبدالرحیم عزیز دوستم است برای از اونام تلفن میزنم در داخل افغانستان هم میارم همین نفر ها بیاین گپ بزنن و شکایت نکنین که نوبت به شما نرسید. به هر حال میریم سراغ یک وقفه اعلانات، انشاءالله برمیگردیم خدمت شما خواهیم. سلام، من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی هستم. در 22 سال گذشته من و همکارانم بیش از 250 میلیون دلار از شرکت‌های بیمه برای موکلین خود دریافت کرده‌ایم. در صدمات شدید بدنی و پرونده‌های میلیون دلاری قدرت ما میتواند بهترین حمایت از شما باشد. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99، معتبر برا. هر خونه میتونه با مورگن لند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگن لند به هر خونه میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگن لند به خونتون میاد. مورگن لند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، مرتنین فرش های دست باف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. مشتریان محترم، شما می توانید این فرش های مرغوب دست باف و ماشینی را از آدرس های بروک شماره 9 20457 شهر هامبورگ، هاون سیتی، و همچنان بیل اشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ خریداری بفرمایید. فرش مورگن لند، فرش با کیفیت. مژده 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 به هموطنان عزیز داخل و خارج از کشور، شرکت بارچلانی و ترانسپورتی یوسف رسانی افتخار دارد که اعمال شما تجاران محترم را از افغانستان به کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، دبی، ترکیه و دیگر نقاط جهان در اسرع وقت با بیمه مطمئن و هزینه کم انتقال می‌دهد. و همچنان این شرکت آماده است اموال شما را از کشورهای اروپایی، دبی و ترکیه به طور مطمئن و با کرایه مناسب به کشور عزیز ما افغانستان انتقال دهد. تاسو کولی سی د خپلو د معلومو د رژلو لپاره زموږ د شر اسنتاو څخه کار واخلي او د لذاتو معلوماتو لپاره د لندنی شمارو سره اړیکه ونیسي. نعیم انشورنس سرویسز تقدیم می دارد. قابل توجه افغانان عزیز، آیا به سن 65 سالگی نزدیکید؟ می خواهید فرماهای مربوط مدیکر و بازنشستگی را به شکل قانونی یا آماده و ترتیب دارید؟ می خواهید پلانهای مدیکر موجود شما بررسی و تشریح گردد؟ می خواهید بهترین پلانهای مدیکر برایتان توضیح و انتخاب گردد؟ بالاخره برای ارائه معلومات در رابطه با مدیکر
همه پرسش هایتان را با برادر افغان خود با زبان خودتان در میان گذارید. محمد نعیم رفیقی که در این راستا دارای تجارب چندین ساله و معلومات هزمه قوانین ایالت کالیفرنیا می باشند و لایسنس انشورنس مدیکر و بازنشستگی دارند، شما را قدم به قدم همکاری خواهند کرد. همچنان با ارائه انشورنس عمر یا لایف انشورنس هم با قیمتهای خیلی نازل در خدمت شماست. برای معلومات مزید با محمد نعیم رفیقی با شماره تلفن 805-624-2337 با تماس شوید. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. جای فروشی سوزان در شهر آمبور، اشتایندم شماره 37، با سابقه 30 سال، با ارائه انواع و اقسام جواهرات از قبیل الماس، زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی در خدمت شماست. همچنان انواع و خشت های مرغوب 24 کرات و قیمت های روز در سوزان جوای فروشی قابل دستیاب می باشد. مشتریان عزیز، شما فقط در سوزان جوای فروشی انتخاب وسیع از جواهرات را دارید و انواع سفارشات شما پذیرفته می شود. سوزان جوای فروشی، اشتایندم شماره 37، 299 شهر آمبور. شماره تماس 00494243283. گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کی و دوستان عزیز عرض سلام و احترام از خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان خدمت شما قرار داریم. البته بعضی دوستا آرزومند هستن که مصاحبه صورت بگیره. ما چی میگه از موی سر ما زیاد مصاحبه کردیم و همراه هر یکی از 30 سال تقریبا گذشت مصاحبه و مصاحبه دیگه. یکان بار امی بخش تلفن های آزاد و کلپ و دیگه و دیگه ایره بسیار مردم دوست داره که بیان نظر عام شنیده شو، چون خود مطبوعات یعنی در حقیقت یک فیسبوک و نمیدانم یوتیوب و دیگه و دیگه عام شده، هر یکی دکمه را میزنه و میاین و
میز مدور است، گفتم یکمک متفاوت باشه. مگر باز هم اگه میخوان که مخلوطی از مصاحبه و تلفن‌های آزاد باشه، از اون خاطر ما دو شماره رو برای افغانستان گذاشتیم که یکمک متفاوت تر باشه، افغان از افغانستان تلفن بزنه و همین شبکه ساتلایت و اینا رو برای افغانا پول گزاف تادیه میداریم تا افغان ما درون افغانستان از اونجا نه کدام اعلان میایه و نه کدام افغان نه از افغانستان برای تلویزیون کدام پول میفرستد. دیگه دیگه صرف یک مصرف هست که امی هدف برآورده شو که افغانای ما داخل کشور صدای خود بلند بداره و امو محل وقوع حوادث افغانستان است. دیگه به اول حاضر ما نگه داشتیم و حیث یک ارزش بود. مگر اگر باز میخواییم که امی وقتی را که میخواییم برای همه مساعد بسازم او را کمتر بسازیم مصاحبه کنیم او را هم ما خواهش میکنم از افغانای ما کسایی را که میشناسن بیاین مصاحبه کنن. یه حرفای نشدار که ولی اگر به طبیعتتان برابر نبود خیر است را بیارین و دیگه ای تانه و کتره و که چیزای زنای چی میگم و انباقدار و را گپ نزنید. ما کسی که متفاوت است بیا متفاوت گپ بزنه. کسی که با ما هم نظر است، نظر ما یک نظر خاص نیست. ما خوب خوب میگم، بد بد میگم، ما واقعیت ها را بیان میدارم، میگم بیام شما هم دلایلتان را بگوید. دیگه به اول حاض ما تو یک محک از خود دارم که او مربوط هیچ حزب و هیچ کس نیست. واقعیت میگم وقتی داخل یک حزب ثبت نام کردین و مربوطی اونا شدین، یک روز یک حزب یک بیراه میره یا یک رهبر میره و یک کس دیگه ائتلاف میکنه، ما خود نمیرم با امرایم. ما یک آدم آزاد استم، متفاوت استم. دیگه به اول حاض ما میگم یک کمکی. بله سلام علیکم. سلام جناب محترم آقای خطاب. و علیکم سلام. چه حال داری؟ کجا هستی اختری صاحب؟ ما خیلی رفتی افغانستان. عید گذشته را برای شما مبارک میگم به فامیل محترم. همچنان هم. دیگه ما مصروف وقت رمضان به حساب تراویح بود، نتونستیم تماس بگیریم. دیگه این بعد خدمت شما دیگه در موضوعات شریک خود شریک میشم. آه برای چرا نه؟ لطف کردین. هر چه و خدمت شما، ما همی جریان اوضاع کشور من حیث یک فرد از او وطن همیشه تعقیب میکنیم و او چیزی که خود شما مثلا توقع داریم که از اونجا باید انعکاساتی را بتن، متاسفانه در اونجا امکانات موجود نیست. مردم در ترس و وحشت قرار گرفته. ما که میبینیم این ساده ترینش ای است که اینا برن اول یک مرتبه همی ظهور اسلام، وقتی که ما میبینیم همی ظهور اسلام ابتدا که آمد بر علیه ظلم بود، بر علیه استبداد بود، بر علیه جهل و نادانی و قساوت و زورگویی و نفاق قومی و همچنان بی‌حرمتی در بین مردم همی عرب بود که در اونجا متعصب ترین از اینا که خود مشروعیت دینی بیشتر میداد قریش بود. اینجا قبیله ها بسیار موجود بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در زمان اولی که کارنامه هایش هست که ایره امت ساخته، همه گیره یک امت ساخت، قبیله ها را از بین برد. ولی متاسفانه در کار کرده که امروز به نام طالب از صیغه شریعت گاهی ادعا میکنه و گاهی از امور قرآنی، ولی متاسفانه هیچ کدام از ایره تا به حال اینا نتانستن مطابق اصل و اصول اینا را عمل بکنن. این پیشتر هم تبصره شما کردین و دوستان شما ببینید در امور تعلیم و تربیه پیشتر گفتم جهل و نادانی را پیغمبر از بین برد. به وسیله چی؟ به وسیله علم. علم قرآن در فکر میکنم سوره الرحمن شریف 33 است، میگه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. ببینین آیت قرآن عظیمشان مشهر به این است که دو میگه که به جمعیت‌های بزرگ از گذشته و از حال، اون چی که در عالم زمین و آسمان است، زمان شما میگه شما دسترسی به این پیدا کرده میتوانید تا به وسایل علمی مجهز شوید. بناهن هر قدر ما بروی علم متوجه شویم به خدا بیشتر نزدیک میشیم. کسی که علم نداشته باشه خدا را بهتر نمیشناسه، باید رای علم یا بگیرن. این که یک کمیسیون آورده، این کمیسیون اصلا ربط تعلیم و تحصیل به اینا هیچ ربط ندارد. از نگاه حقوقی هم آقای خطاب وقتی که امارت اسلامی را ما تحلیل و تجزیه بکنیم، اینا همه به حیث سرپرست آمدن،
از یک طرف اینا به جنگ هم نامدن، روی یک معامله آمدن، معامله هم بسیار شدید و تندتر بود، برای از اینکه ناتو و امریکا مجبور بودن که باید به خاطر آمادگی به جنگ اوکراین افغانستان زودتر رها بکنن. اینا ترس از این داشتن که مبادا باز دوباره همین مردم های دموکرات، مردم هایی که چیزفند قدرت بگیرن، دوباره پس اینا به اهداف خود آسیای میانه باز نزدیک شدن نمیتونستن. آن واحد حکومت به متحدشان پاکستان داد و پاکستان که طالبا از طریق پاکستان به امریکا وصلستن واگذار شده. اینا مشروعیت خود را در افغانستان هم به این ندارن که اینا سرپرست هستن، از آرای مردم اینا به حساب به قدرت نرسیدن. وقتی که از آرای مردم نرسیدن، در قسمت مردم هم اینا تصمیم گیرنده قاطع شده نمیتونن. از دید حقوقی زمانی میتونی که تو از آرای مردم تو آرایش به دست آورده باشی، در غیر از او خود نمیتونن. اینا خود را منعیس یک حاکم استبدادی گفتن، میتونیم حاکم به حساب تفنگ و زور گفتن میتونیم، دیگه چیزی نی. حال دهی اواخر ببینین اگر عدالت میکنن، اگر اینا میخوان مشروعیت دینی را گویا بگیرن، اسلام تا میگه از گهواره تا گوره باید اینا آموزش ببینن. فابریک آوردن بسیار، آقای خطاب بسیار ساده است، چین همیاله بگو پنجا فابریک برد میاره، تقلید میکنه، کپی میکنه. اما او کسی که چرخه میچرخانه فابریکه، او را علم میچرخانه. وقتی که ما علم نداشته باشیم، افرادش نداشته باشیم، همه چیز برای ما اضافی میشه. این که امریکا پلان داشت افراد دانشمند ما را، افراد تعلیم یافته ما را از منطقه برد، زمینه را بر از اینا کاملا مساعد ساخته تا بتانند بعد از این از جنگ اوکراین اگر روس پوتین بینگویا اگر بتانه سر بدر بکنه، در آینده اینا فقط سر آسیای میانه میرن، یا از رای مذاکره با پوتین در منطقه حق خود میگیرن، یا ایست که از نگاه نمی طالب و القاعده و داعش کرده ای شو روز یک ذره جشن القاعده و اینا رو بلندتر برده که کلش از یک منبع الهام میگیرن. از لطف شما تشکر و خیر باشید. اول خود کسی که در اسلام بلد نیست و آگاه نیست و غرض نگیرم اسلام، برای از اینکه ما خود مرکیده ما بیزیم بحث عمیق دینی را چالان کردن که ما خود ما از دین بخبر باشیم. مثل که عرض کردیم بارها که یک ماشین موتر، مکانیک موتر خوب میدانه که اگر ما از دور بگویم که ولی تو اینیش خوب است، یه تاو بتی و رای تو که تو که یک چند کلمه تکنیکی محترم یاد داشته باشیم، نامایشان رو ببریم، مثل که از قرآن بعضی آیات رو میکشیم میگیم به شکل مجرد، او درست نیست به مسائل. اما تو در دیگه علوم متداوله باید آگاه نیستیم، خبر نیستیم، تخصص ما نیست، دست زدن و نظر دادن کاری بشه درست نیست. دیگه یکی از اونم اسلام اخلاق خلاف نمیدانم قبیله است، قبیله را هیچ کس از بین نبرد. پیغمبر اسلام هر قبیله، خود قرآن میگه شما را به قبایل و شعبات تقسیم کردیم که شناخته شوید، مگر همون بهترینتان پرهیزگارترینتان است که یعنی آدم های خوب باشین، راستگو باشین، صادق باشین، دروغ نگوین، دوزی نکنین، نبرین. امی کارکشتای ما خدای 20 سال برادر شما میگین که فابریکا اگه بیای باز کی کار میکنه، خود این 20 سال خو همیا که فرار کردن یا خو هیچ کار نکردن جز دوزی. اگر وا مسلمان های خوب و پریزگار و با تقوا می بودن، اگر نیمی از متخصص ها می داشتن کار می کدن، کار به این نمی انجامید. حال شما بالای کسی می خواهید دوباره سرمایه گذاری شد که باز بیان بدوزن، حالا برای نفر بلای واز اگر کار می کنه، اگر انجینیر است که میگه من هیچ معاش نمی خواهیم، هم تو که طالب میره گزمه می تشه و روز در کابل سرش در کف دستش، نیمی فامیلش هم در جنگ ها و جهاد علیه 49 کشور شهید شده، حالا میره و امو خاینی نه کس غرض نگیره عفو کردن، و یک نفر انجینیر هم بره، اگر واقعا انجینیر است یا دکتر است بره، میگه ما کار در امریکا ساتم تیر بوده 20 سال چرچه کردم، مال بیکار هم است، می طرف طرف خانم ما مرز خانه میکشه، یک چی میگه آدم اضافی است از ما درست شده، خب بیا همین تخصص خود در افغانستان و نمیرن بلای واسط کس کار نمیکنه. باید برای از او 20,000 و 30,000 بتی تا که دلار که او بیاید.
نبی مصداق آمده بود، خدا بیامرزه ایش، ما عمرش صحبت کردم، میگه ما آمدیم که دکترها رو ببرم، $5,000 در ماه معاش امیر اشرف غنی گفته و یا خانم در میکرویان برشان میتیم، محترم میتیم سکیوریتی که بیای کار کنه. کوچه به کوچه میگش $5,000 در آفر میکرد، کس نمیره. مگر وقتی مسئله پول شد از امریکا $15,000 یک آدم میگه ما پشتورم یاد دارم فارسی و کم کم انگلیسی گو بیا $15,000 میتمید. رفتن در جبهات جنگ از بالا گوله باران سر، اما همه خطر قبول کردن، گل روی دالر هم اونجا کار میکن، با او که ترجمه درست هم نمیکن. یا یک نفر اینجا میرم موینی وزارت چطورکایی میشد بندل بندل پیسر دوزی کو بیارید، اوی خویی و کلش امتحان شد آقا جانی گله منی. اما کارکشتا تعلیم یافته وقتی پرهیزگاری نبود، وطن دوستی خدا دوستی، اما انجینیر چی به درد میخور؟ انجینیری که برای دوزی برن یا دکتری که برای دوزی رفتن، امیار کلش از دوزا پر بود. خود اشرف غنی رو میگن که از 91 و 92 سب بیلیون ها بیلیون دلار از یو خانمش کشیدن. همه تو محمود کرزای و دیگه و دیگه سب بیلیون ها دلار. این خاندان قسیم دیگه خب کلش مشهود از آفتابی است. چرا آفتاب با یک؟ ولا صاحب یا پاکستان واگذار شدن دیگه شد. نه بابایی 20 سال جهاد اگه نمی بود و 15 سال جهاد علیه ارتش سرخ نمی بود، شما که یک نفر قهرمان میگین خب برای چی میگین؟ برای زی که میگین زدی روسا و ارتش سرخ جنگ کرده، او جنگ یعنی توجه داره ای نداشت، ای رو پاکستان با پیش برده. ما ایران میمونم به این مغز و به این فراست و به این استعداد. پاکستان مشروعیت داده به امراض جا معامله شد دیگه شد، چیزایی را که ما ایران میمونم. یا آیات قرآنی تو میگه و تو میگه، آیات قرآنی تو میگه و تو میگه، در حالی که آیات قرآن خوب منه نکده علم دانش یک دینی که برای اجتماع هست، اجتماع را تنظیم میداره، اخلاق اجتماع را، درس اجتماع را، مکتب اجتماع را، طلاق ما و که نمیدونم نکای ما و زیست با همی ما، همش در قرآن درج است. یک مجموعی از بهترین ها قرآن است که اگه او تطبیق شود در همه امور دین اسلام را دارد در دین. اول شما ببینید که کدام دین است در افغانستان، دین اسلام. دین اسلام با دین عیسویت و موسویت و دیگه و دیگه با کلی متفاوت است. دین رهبانیت نیست که یک جای بیشو تسبیح پرتوسه. در جنگ داخل است، در خانه و در ارتباطات زن و مرد و که اولاد و دیگه و دیگه، در مکتب دیگه. یعنی یک دینه که در همه امور انسان سایه واری به امرای آدم را میره. بله سلام علیکم. سلام علیکم محترم خطاب سنگه معلم صاحب جوری پخیر شکر الهی شکر چی جور تیار دیوینو رجا خدا پخیر سر تیر کرده تیر اختر مبارکی در توایم تیر ما وایم داغ منز دی اختر کیو داغ غرب کی اختر برو رو بور رزیده که ولا دا وری خدا د غلبی زنجیر د سعودي مات کده دا هغه څه هو موږ مستقله مملکت یو او شاهدان هم تیر مگر ما یو شاهد ته وای ما پسان یو ری ودرې ګا یو مثلا نسو دا معلومه ده چې یعنی مستقله مملکت او په نو ته د یو کلیپ ته پر اشاره وکړم ویل نه نه یو شه د سری بو صاحب وکړه چې او شه دی ویل چې ما خور دا چې میړه د درې میشتې وای ټکه ظلم باندې کوي بیا طالبان څخه ولاړ بیا ښځه ډېره خوشحاله وی تر اوسه پورې مې داسې عدالت نه و لیدلی او پخوا چې په رژیم کښې د جمهوري ویلې د ښځو ته بیا کتله و چشمکان یې ورته والو لاکر ویلې په ډېر انسانیت باندې زموږ مشکل حل کوي نو په باره کښې د کلیپ ته اشاره وکړه چې مستند کلیپ دی دغه نو په مخه دې ښه ګران هغه ما هغه که پخش که هغه مې واوره او خلکو ته نه اوري پروګرام نه ګوري لکه اول خو ښځې چې خبرې کولې خوشحالي کولې چې دا سړی راوست نو خو عدالت هم نه شو باید یو ورې قاضي ته لاړ شي چې دا سړی دا ښځه رښتیا وایي که دروغ وایي ښځې هم چې دي ډېرې هغه دي د مکاري دي چې دا سړی کوم دام کښې نه اچولی د هغې ولای طالب تعریف وکړ نو زیاتې ولا آفرین دغه ده باید وګوري چې دا سړی څه وایي عدالت کښې خو شاهدان باید را شي واخیست تر څو چې له محکمې امر صادر نه شي سپین و تور نه معلوم نو یو ښځه راغلې غږېږي هغه هم صحیح نه ده دي ما په نظر بله السلام علیکم کتاب صاحب
قاضی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. کوردی و دان رالم اول ساده برنامه پا برای کی؟ برای خدا داده دیشو پیزوس کارو تجربه لری دار نه مخاطی لرد شتات را نمایوس نوکی. او دادی اول اختری هنه تو نیش خود گزدو مریضه دی منافقانه پس آمدی تو را وقت داد خطاب سوالون مصرف میکنه دوان ایلوی یا چولی گی بوبس سوالون موکی را مرکو خطاب سوال داغ دا افغانستان شیز تلپنونه که گی دا معصر تر دی دیر مفید تر دی دا گرد دی کستان غالی ساته بدغی که خاند پیس که ستاف برنامه که دیر جامعه چون منظام روانده دا غی ترتیب چون روانده تو بخفل شب فیر مجاک تا جی نلرو چون تا خلص بیاد بیاد سو غالی و او در سبا میتی میا شمولی سایم نا نمدر خبر صورت دا یو مشکلو بس خطاب سا کوردی و نان ما تا دوی دره موزوگانی نور ویش برغمو مسلا بندی کلوی یو دار بیادی کور و داره ده توایم جنرال صافی صاحب وزیبام تا دره و حد پر اجراک لره جلال دین اقانی و باره که دی دیر جامعه شه صحبتی و که دیر امانه دار خبه دیو کلی اگه با هم پا داغه سویا شاید در تمارفی کلی و اولی اگه دیر رو نیزی و کرد عمره داغه مستایش باید کوای او شو مجاهدی تا په تمام معنا د خپل دین ادا کړي راله خطاب سره دلته برا خدا مست په دغه برنامه کې سا چې سیاسي د کوي وای بیا اجتماعي په خپل د تفسیر باندې وکړي موږ په لندن کې د دې ماته امتحان شو ان زړه دې دغه ځان ولن پرون او دغه نیازان او موږ کندهاریان برای خدا به خواست او داد که دشوارانو به راوتو که یه وقتی باکو یه وقتی باکو یه وجامو اوت پرند مور پرسوسایتی که مزایده که به یه دوستان نفر راغلی و یه وقت آج کوزبک ترکمان از دارا نور راغلی دیانی از دارو ما اندرک کری و تولن کری ولی دست بخپل سر ولی من ولی ساز کمتری میم کام بیت راوتو مزینه گرد از دان تلندن سر توصیه و اتسو که بل دستوریه نو خبر کری جوش خسمی من سر غابی نیازانم داره سخبل مجبور جو کری ولی دشارم دایدی برادر گرد افغانستان یا ازبک ترکمن دا خبری شما کیر شما گرد یو گرد درواغ وای گرد منافقانه دی یواز بدین یو د ایمان وجدان چې ما وجدان شما دې دلی دی دا چاپلوسی نه ده هغه ایمان وجدان چې په تاکي لیدلی که شما روم ستالا تعقیب کړل دا سی ایمان وجدان بل دا درې سره بارتو بل موږ ته نصیحت وکړي چې پر یو پلیټ فارم سو یو دا بل ودو په تخته کلا نو ورغلی شرم ځای دی ولاد ډیر بس خبري هم کوي ولاد موږ اختر ته ځل کی یو لا سګرد بل اختر دغه خطاب سره کدا شو مېلمه او دا وغره ولا چې دا زه وایو هڅه مې نه مسایله ولا د حقانی او ډاکټر غیرت او ضعیف سفیر دا هم کنه به پیدا شو راځي چې تاسو په تلویزیون دا د دې سره څو نه زرم سوې دي څو نه جنایت سوې دي ګوانتارامو په بګرام او په شرخي کې دا هر یو خپل داستان په ولاس پندل شل دي کې وای دا هم خندور دي اخر ستاسو په کلیپو کې کدا سیاف سیب هغه یو کلیپ تا ته کوم باید د در کې راوایسي د پاشا داوا چې کړی وو تو زهر شاه باید زبه کم او د کابل کې بلاک سم کم دواړه کارونه ونه کړی دي منافق اویا زره ډالر د شاه د پاره تا داوا چې مصرف کړلې ساس به شاید ګر کلیپونه سا او دا کلیپونه دي ډیر ماسره دي ډیر خوندور دي پرته تاریخ بیان کی د جهان ته بیان کی دا هم کلیپ ته کس سیاب قصیب منافق زیل به شرف کی اوري دغه کلیپ پر تر سو سیاب صاحب ته څنګه هم خیر دي تا ول خائن غدار د تاسو حق د پیسې خو د مجاهدین و د جهاد و تا بیا زر ډالر کسي پسانه په دې داوا چې د شام مصرف کړي دا هغه لا شتا سنجا کوواله دا دې بغاش مې د مکتوب مرا شو دي دا غوښ خو د ورې دي نور کور دی ودان خدا صاحب د خپل صبر نامه پر پر منظم پر پروګرام په خپل مخته بوزه شروع باندې مجه په شوق زو کاورو او ګرځ دنیا ګرځ په ډیر نور کې یو پیسې دي ساره نری پیسې ضرب مومن دی ضرب عجل دی سا جامع دیر جامعی دی دیر مانن دی یو بلش آخر خبر از سار فکر چی گوشت پا کابل کی ترام پروژا عملی کی شاید اون تو دا اون حکومت کی موفق سوی یا اگه پروژا بی پاس سوی یا رسی بامی اون معلومات تو که چی دا ترام نو کور و دان اون مدی گیس داره این بلا بنا سویم ولا آواز مون نو بنا آواز آوازیم خدر دیر خیلی دیر مننه قاضی صاحب دلته راغلی تکړه شکر ده صحت یم خدا شي طولانی عمر تاسو ته غواړو دغه خپل سپینګیری لویان دوی دومره غنیمت دي د اجتماع ته اوس یو لوی مشکل دی افغانستان دا ده چون افغانستان یک کشور قبیلوی و عشیروی و ایناست منازعاتی که در یک ولایت پیش میشد
اکثری از او به محکمه نمی رفت. امی کار یک محکمه و نمی دانم حاکم و اینا را قدر مختصر و سبک ساخته بود که در امو یک قریه اگه یک منازعه صورت می گرفت باز یک ملک کدگه و دیگه در میان می شیشت ریش سفید بگویم یا کهنسال باز ما با ما گوش می دادن باز منازعه رفع می شود با یک چیز بسیار مختصر و بسیار عصری وقت. آل برادر کلگی به حکومت چسبیده، هر یکی یک تفنگ داره، دیگه داره خود این استرکچر و چی میگه فرمول های اجتماعی از دو لحاظ با هم خورده. لوی جرگا هم که میگه، من میگم که کجا هستم لوی جرگا و لوی ها در کجا هستن اگر مقصد شما او باشه. و اگر ای باشه که برادر یک توطیه کنین و یک چند نفر بیارین و مثلی دیگه که مشروعیت بگیرین، دیگه طالب شاید اون کار میتونم بسیار به سادگی کنه. همیال اگه طالب مرز کردم که وارا بیاره یا فس کنیم انتخابات و صندوق و دیگه و دیگه باور داشته باشن، همیال برندام میشه. باز اینجا خواهد گفتیم که تقلب کرده و از قدرت خود استفاده کرده. ما میگم که هرچی هست همی شرایط فعلی را باید بپذیریم و اگر نمیپذیریم مجادله کنین و مبارزه کنین. مبارزه یگان بار قدر طولانی میشه که یک انسان هایی که آغاز مبارزه کرده بالاخره عمر خودم میخوره میرن، باز یک کسی دیگه هم و چراغ میوردارم میبره. و اگر دارین و درست است و واقع بینانه است، خوب است که جاگزین همی حکومت شوه، همی شرایط شوه، در تو یک برهه از زمان خوب اینم کار کنین. مگر تو نکنین که او کسایی که برای اغراض شخصی خود میای و در میدان گد میشه و دروغ میگه و در پهلو پهلوی کنار اونا برین انرژی تان صرف کنید. بله سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سنگه ورور جو پخه داخل یا جان و غازیان شکر تمسی اللہ جرات و دان لرا اتاس مبارک اول با اختری سب دووری شید قرآن عظم شان سب دولی لگی دروز دکا یا تلاوت کا چه از قرآن نشان تلاوت که و غلط بند یک ترجمه که فرق را دی بین ادم کفر دوازی دا جاشر فعالی سه گوینا دا بسم الله الرحمن الرحیم یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبی ای الاء ربکما تکذبان. دغه سې ترجمه کې سم دی وی غلط هغه ویلو کې اشتباه وکړله و مکمل دوه فیصد غلط وی راغله د تکرار یې واوره خپله پوه شوې. نو دوهم دا خداسې مبارک ده پرونه کښې وایي موږ اوس فیسبوک کښې طالبان د ملي اتن کړی دی مسود قبر نه څو کیلومتر یو څو سوه متره لرې په دوی باندې غوغوا جوړه ده. دا د کلیپونه موږ پېژنو چې دوی خپله د دې احمدشاه مسود قبر د ګلزمانې بیا وله د قهرمان د قهرمان د تبلي سورنۍ ورته چلان ده یو بل هنرمند دی دوی خپل د پنجشیر د درې ده ښځې ورتللي دي مسود زوی سره یهودیان فرانسیان تلل هلته یې کسونه خبره نه او تا د طالبان یې واتن کړی ده آقا آقا کسه ما اوریدلی و دیر جالب و وید افغانستان بیادر که می بچه یا غریب یا فکایی رو می گفت یا کما که یعنی لازم نمی بود و رنگ و چیش درست نبود خانما اگر نشسته بودن یا مردا یعنی یکم زشت و کرشت بود و باز کلگی می گفت که بسیار بیتربیه اگر انسان است در فامیل بسیار بیتربیه و پست و غریب بودن کلان شده تربیه درست نگرفته. میگه فکاییش هم بسیار چتی یک فکایی بود. باز میگه این فکایی را که یک پسر وزارت خارجه ای و که نمیدانم کسایی که سفیر بودن و رئیس بودن و جنرال بودن و کفلانی بودن در وزیر اکبر خان زندگی میکردن بازود یک مجلس عام که میگفت وا چی یک شوخ بچه هست تو سعی که چه خوب فکایی گفت چک چک میگه میکردن. علی گرفایی یا آقام همه ترست که یک فرانسوی اگه بیایه یا فرزن گلزمان بیایه سر قبر یکی باید بخانه و ترانه بخانه او را سر دوست میداشته باشه او را حیثیت یک ترانی ملی را میده. مگر اگر یک طالب بیچاری که وطن هم کمایی کده و پنشیر هم خلی سلا ساخته و
ای کار و کارم کده او که باز یک اتنک کنه و باز دل نمان که ایره خب علا از های بس خاطر از این که مچای مسعود خوشحالی کدن و که مچای مسعود قبره اونا اینجا سو ما هم اتن میکنیم و شادنامه میکنیم و دیگه هزار توجیه از او درست میشه که پسر از او هیچ گرف نمیزنه و سای بیدگاه چیغ میزنن احمد جان تالی چیز نگفت باید احمد جان میگفت ما کردی یا شما آن کردی از گناه که چون هده خب به هر حال همه طور است اینجا اکسای اشرف غنی و سید مخدومی رهین و دیگه و دیگر گذاشته و مخدومی رهین نمیفهم کجا است و تا آخره دیگه بیادرم و تایدیگیش هم کند و خورد باز آمد باز پسانی را که برطرف کرده بودن و دمی و گیر و دار و زدن زدن و و چی میگه وزارت اطلاعات به کسی دیگه فروخته بودن در موقع بخش رسیده بود یا از مرامت دور مانده بود باز میگم و چوچه گوسفند که مادر خود در اگرامه گم کنه باید میگه در پستان هر ماد گوسفند دانه خود پیش میکنه بازو به امره لغت یا ماموتو شده بود در هر جای که رفت تیره گفتن برو بیادر چندان آدم نیست بازی بالاخره رفته بود که نمیفهم در افغانستان شارواید چی نماینده شهری خود میخواست کاندید کنه دیگه کنه که وام باز نشد و طالب باز گریخته آمد در ویرجینیا هم یه علی طرف طرف میگرد خوب ساته کشتیر خمار هم چشمای پندیده طبیعت یکیش راست و خیابانای کابل هم کلش از زمین آیت الله ها و دیگه و دیگه اقتباس گرفت که ما بیدل شناس هستم و صاحب باید چی کنیم به هر حال دوستان عزیز بسنده میشیم اگر شد ما مراجعه میکنم با کسای و یک زیاد هم هستن که بیان مصاحبه کنن هم تلویزیون دو ساعت هم تو بیان حرف بزنن و تحلیل کنن که یک چند نفر شوقی تحلیل هستن ما بسیار خوش میشم یکی مفکوریش چی هست با ما بی تفاوت هست بیان صحبت کنن جرات میاریم منتها ما عیار کنیم با امرای همی سکایپ و دیگه و دیگه که تصویر و صدا و همه چیز درست باشه گران دوستان و تاسی هر یو پخلای سپار و تر دوشم با انشالله چه بیا با دیدیه تلویزیون پروگرام نوبتی او عضویتونه لطفا راولی اگه باشین دمی دقایق یکی از افغانستان هستی تلفن اینجا از افغانستان میفرمانی یا هاشم جان هستی خودت بفرمان هاشم زنده باشه خطاب صاحب از امی اشرف غنی و کرده یک جورنالیست را سوال کنه که 20 سال شما حکومت دارید شما دو نفر کرده در بین 4 میلیون انسان دیگه این وطن بیادر شما در کجا بردین دیگه دیگه نه باسازی کردین نه باتی کردین حالی 4 تا خانه ای رنگر سرکو رنگ کردین یا قصد دالمان جور کردین به این وطن جور نشد یا سه تا کلینیک ساختین حال خود در اون عرب شما بودین شما رای جمهور افغانستان بودین یا رای جمهور عرب این وطن خود شما بودین خبرنگارا جورنالیست ها از اینجا سوال کنن این در محکمه بین المللی بتا که در 20 سال خود در اون عرب کرد بسنده میشیم دوستان عزیز انشالله و در بخش امی عضویت قاضی صاحب مهربانی کردن دوستان لطف می دارن اگر باز هم یادآوری می داریم با شماره 818-917-1588 لطفا تلفن بزنین و آدرس تلویزیون هم دارین روی صفحه تلویزیون و ما از دوستایی که در امی چند یک ماهی که رمضان بود و اینا هم لطف کردن عضو تلویزیون پیام افغان گردیدن و ما هم در ختم قرآن عظیمشان به اونا دعاگویی کردیم دایر با امرای ما بپذیرین چراغای تلویزیون انرژیش برسانین تا ما بتانیم هم مصاحبه کنیم هم شما لطف کنین صحبت کنین اگر تلویزیون زنده بود و حیات از او یا شریان اقتصادی و رونق داشت و سر حال بود باز ما هر کار انشالله انجام داده میتونیم از طریق همین مطبعات بیرون مرزی و اگر نبود باز چی میگم و اکسیژن بالای هر چیز بند کنین
و مرگ طبیعی خود میمیره که خدا نکنه متوشوه. ما از هر کدام اظهار امتنان دارم گران دوستان و تصف خدای سپارو دی خدای پارو.